با درود فراوان به شما عزیزان، به برنامه فرزند پروری نوین خوش آمدید با خانم آیلین ماروکیان، خانم دکتر نیکول جعفری و من دکتر فرجان زینی در کنار شما هستیم و دوست دارم که هر کسی خودش رو در حقیقت معرفی بکنه. من روان درمانگر هستم و قراره که این برنامه رو ما راجع به تربیت فرزندان شما صحبت بکنیم. در نتیجه کسانی که انتخاب شدن توی این برنامه تخصصشون راجع به تربیت فرزندی هست و میخوایم که سوالهای شما رو پاسخ بدیم و تمام شاید ترسهایی که دارید یا مواردی که براتون پیش میاد که سوال دارید بتونیم که از دانش خودمون و تجربه خودمون در اختیار شما بذاریم. خانم آیلین مانوکیان بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز. من آیلین مانوکیان هستم، بنیانگذار جم ایژوکر که یک مهد کودک یک کمی نوین تر هستش. ما با بچه ها در مورد مسئله احساسیشون حرف میزنیم، بیشتر روی احساساتشون کار میکنیم. تخصص من در تعلیم و تربیت کودکان خردسال هستش، از نوزاد تا 8 سال. خانم دکتر جعفری. بله، با درود خدمت شما خانم دکتر زینی و خانم مانوکیان و همچنین درود به تمام دوستان و عزیزانی که برنامه های ما رو میخوان از حالا به بعد دنبال بکنن. دکترای تعلیم و تربیت هستم و در دانشگاه درس میدم. رشته‌ای که درس میدم رشد روانشناسیه و روانشناسی رشد که از جنین تا کهنسالی رو ما مورد بررسی قرار میدیم و خیلی خوشحالم که با هم دیگه هستیم تو این برنامه. دلیلی که با همدیگه ما تصمیم گرفتیم که این برنامه رو هفتگی بذاریم برای شما، برای اینکه می‌دیدیم که در موارد روانشناسی عادی خیلی موقع‌ها ما راجع به مباحث کلی صحبت می‌کنیم، ولی خب اکثر کسانی که فرزند دارن و فرزندان مختلف در سنین مختلف دارن درگیر مسائلی هستن که احتیاج دارن که راجع به اونها صحبت بشه و راهکارهایی به اونها داده بشه که هم به فرهنگ ما بخوره، هم به علم نوین بخوره. یعنی که بعضی موقع ما تو فرهنگ خودمون گیر میکنیم و یک سری رفتارها رو از مادر بزرگا، پدر بزرگا، از مادر، پدر همینجوری میاد و به نسل جدید میاد و الزاماً اون نوع رفتارها و تربیتها دیگه به زمان عصر جدید نمیخوره. و از این طرف هم میبینیم که خب تحقیقات خیلی زیادی روزانه به وجود میاد که چجوری ممکنه که پرورش فرزندانتون رو بتونین انجام بدین که کاربردش بهتر باشه برای عصر امروز. و به خاطر همین داریم همه اینها رو برای شما عزیزان ادغام میکنیم و دوست داریم که شما هم اگر سوالهایی دارید بتونید که از ما داشته باشید که بتونیم اونا رو پاسخ بدیم. امروز طبق صحبتی که کردیم میدونیم که هر جای دنیا که هستید یه مقدار زیادی تغییرات اساسی در زندگی طبیعی و عادی به وجود اومده. به خاطر کرونا ویروس اکثر بچه ها مدر خونه بودن، پدر مادرهاشون هم خونه بودن، پدر بزرگ مادر بزرگ هم خونه بودن، دوستاشون هم همه خونه خودشون بودن. یعنی چه زندگی کاملا تغییر پیدا کرده و تأثیر به سزای روی فرزندان ما گذاشته. بعضی موقع تصور ما این نیست که فکر میکنیم اگه ماها بزرگیم و داریم کارا رو انجام میدیم و داریم زندگی رو برای اونها سعی میکنیم آروم نگه داریم، پس تأثیری نذاشته دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته. از اونجاست که فکر میکنم که شاید که شروع کنیم این برنامه رو با شرایط امروز و میبینیم که چه اتفاقی داره برای خانواده ها میفته و فرزندانشون و شاید که پاسخهایی رو برای شما داشته باشه. بفرمایید خانم مانوکیان، شما به نظر میاد که با کودکان که دارین کار میکنین خیلی این ماجرا رو میبینین توی مهد کودکتون که کوچولوها ترسشون داره زیادتر میشه و تفاوت داره حال و هواشون فرزن با 2 ماه پیش. بله، همینطور که فرمودید ما تصورمون اینه که بچه به خاطر اینکه کودکان خیلی کوچیکن، خردسالن، 1 سالشونه، 2 سالشونه یا حتی بچه های 4-5 ساله متوجه نمیشن چه اتفاقی داره بیرون از خونه‌شون میفته.
به عنوان پدر و مادرشون فکر میکنیم اگه ما در موردش حرف نزنیم میتونیم بچه هامون رو از اتفاقاتی که داره میفته محفوظ نگه داریم، در حالی که این اتفاقات تاثیر خیلی بسزایی روی بچه ها میذاره. بچه ها اصولا دوست دارن هر اتفاقی که تو زندگیشون میفته در طول روز همونطوری که هست همونجوری بمونه، سر یک ساعتی بیدار بشن، سر یک ساعتی صبحونه‌شون رو بخورن، بعد بازیشون رو بکنن، با آدمایی که هر روز میبینن دوباره ببیننشون. همه این اتفاقات که الان افتاده همه این مسائل رو براشون به هم زده، دیگه نمیرن مدرسه، توی خونه هستن، بعضی هاشون پدر بزرگ مادر بزرگ اومدن باهاشون دارن زندگی میکنن که پیششون نبودن. در طول هفته اگه میرفتن پدر بزرگ مادر بزرگشون رو میدیدن، الان دیگه نمیتونن برن ببینن، متوجه نمیشن چرا باید پدر بزرگ یا مادر بزرگ فقط باهاشون با تلفن حرف بزنه یا فقط با تماس تصویری باهاشون صحبت بکنه، چرا نمیتونن برن هاگش کنن بگیرن ببوسنشون، متوجه نمیشن این اتفاقات چرا داره میفته. خودشون شروع میکنن توی ذهن خودشون چیزای دیگه ای درست کردن، در ذهن دارن از تلویزیون، از رادیو، از همه جا دارن میشنون که چه اتفاقاتی داره بیرون میفته. ممکنه لولی که میفهمن فهم و درکشون به اندازه یه آدم 30 ساله نیست، ولی دارن میفهمن که بیرون اختشاشاتی هست که زندگیشون رو به هم زده، اون الگوی زندگیشون دیگه مثل قبل نیست. من چیزی که دارم میبینم اینه که به خاطر اینکه کوچولوترن، بچه‌هایی که من دارم در موردشون حرف میزنم بین 1.5 تا 5 ساله هستن، این ترس ها رو به یک نحو دیگه ای دارن نشون میدن. مثلا یکیشون الان میترسه، فکر میکنه اگه بیاد مهد کودک ممکنه گم بشه. به مادرش گفته بود که من دارم میرم مهد کودک، اگه گم بشم چه اتفاقی میفته؟ بعد ما اومدیم بهش توضیح دادیم نه، این دره رو میبندیم، گفلش میکنیم، نمیتونی بری بیرون، هیچ وقت گم نمیشی. بعد به مادرش میگفت اگه تو گم بشی موقعی که داری منو میبری مهد کودک چی کار کنی؟ یک چیزی شنیده توی رادیو، تلویزیون یا از صحبت های پدر مادر، اینو مثل گم شدن تو خودش تصور کرده، فکر میکنه اگه ما بریم بیرون گم میشیم، به خاطر این دیگه نمیریم بیرون، میمونیم توی خونه. یه بچه دیگه هر روز بیدار میشه میاد اینجا، صبح که میاد سر کلاس به من میگه من دیشب خواب بد دیدم. وقتی ازش میپرسم چه خواب بد دیدی، هیچی نداره بگه، فکر میکنه اتفاقی که داره بیرون میفته به عنوان یه خواب بد داره بر خودش تعبیر میکنه، پس خیلی داره روشون تأثیر میذاره. حالا ما میخواستیم امروز صحبت کنیم که چیکار بکنیم که این تأثیرات رو روی فرزندانمون نذاره. خانم دکتر جعفری میتونن یه سر بیشتر توضیح بدن در برمیگردیم. ممنونم خانم مانوکیان، خیلی قشنگ شما توضیح کردید، چون واقعا تجربه دست اول دارید با این کودکان مهد کودکی، چقدر میتونید به وضوح تونستید برای ما واقعا قضایا رو روشن بکنید. بعد این جای خوبیه که ما اشاره بکنیم که چرا بچه ها اینجوری فکر میکنن، چون منطق بچه ها مخصوصا تو اون سن منطق خیلی محدودیه و در حقیقت اصلا از نظر تئوری تفکر وقتی میخوایم بهش نگاه بکنیم یک طرفانه است. یعنی همونجور که خود شما فرمودید، وقتی که مسائل رو میشنون تو خونه یا تلویزیون، حتما خب بزرگترا نگرانن، میخوان اخبار رو بشنون، شاید تلویزیون تو خونهشون دائم روشنه و اگرم دائم روشنه رو اخبار، یا اینکه خودشون تلفنی حرف میزنن با کامپیوتر، با صحبتهایی که بین خودشون هست، و فرزندان ما تو اون سن فقط یه طرف قضیه رو میشنون و اون یه طرف قضیه هم براشون خوشایند نیست. اینه که از نظر فکری چون یه طرفانه فکر میکنن، نمیتونن طرف مقابل افکارش رو بخونن یا مثلا پیش خودشون حلاجی بکنن. یه مسئله دیگه هم که بهش اشاره کردید، این تجارب تلخ براشون به صورت موارد گوناگون نمایان میشه، مثلا همونجور که فرمودید خوابی که میبینن یا افکاری که بهشون دست میده. اینم بازم دلیل تئوری داره، به خاطر اینه که ما میدونیم که بچه ها توی این سن تفکرات و تخیلاتشون هر دو یکیه. یعنی یه بچه 4 ساله اگر ببینه که شما مثلا
لباس بال ماسک پوشیدی، اون نگاه نمیکنه ببینه زیر لباس بال ماسک چی، اون فقط همون بال ماسک رو میبینه، اون میشه تفکرش. یعنی در صورتی که این خیالات میشه تفکر، در نتیجه خیلی واقعا عادی هستش که بچه‌ها تو این سن، همونجوری که شما گفتید این اگزمپل ها و این نمونه هایی که گفتید کاملا حقیقت داره. اگر هم به این صورت بروز ندن، ممکنه خب مثلا شب جاشون رو خیس بکنن، یا اینه که غذا خوردنشون کم و زیاد بشه، یا اینه که عصبی باشن، و تو موارد مختلف میتونن اینا رو نمایان بکنن. حالا با توجه به اینکه این جور رفتارها نرماله، ولی ما که نمیخوایم اجازه بدیم این رفتارها ادامه پیدا کنه، چون نرماله برای اون محدودیت‌های سنیشون، ولی خب پدر مادرها باید این طرز رفتار بچه‌ها رو مسلما بهش توجه بکنن که این با بچه نمونه و بعدها دچار نگرانی‌ها و توهمات و مشکلات تشویش و اینا نشه. حالا میتونیم راجع به راه حل صحبت بکنیم. مسئله خیلی مهمی هم هستش که هر پدر و مادری به نظر من یک قسمت ترس‌های خودش رو نگاه کنه، مخصوصا وقتی که یه پدر و مادری برای اولین بار بچه دار میشن، هر کدوم از مراحل بچه‌ها که دارن بزرگ میشن برای پدر و مادرم بسیار جدیده. نه تنها اون کودک برای اولین بار توی اون مرحله هست، پدر و مادر هم برای اولین بار توی اون مرحله هستن و هر کدوم از این مراحل جالبه که خب باز میشه. خیلی مهمه که یک وقتی که پدر مادرها با مسائلی دارن روبرو میشن که تفاوت میکنه تو مسیر روزمره‌ای که داشتن، مقدار تشویش و استراب خودشون خب بالا میره. وقتی که اون تشویش و استراب و ترس بالاست و دارن با هم دیگه صحبت میکنن و فکر میکنن فرزندشون چه کوچیکه چه بزرگتره، هیچ نوع متوجه نمیشه. این رو اگر بفهمن که چرا بچهشون داره متوجه میشه، ممکنه که ندونه که چه اتفاقی داره میفته، ولی میفهمه که پدر و مادرش میترسن و بعد ترسیدن اونها رو که میبینه برای خودش عدم امنیت به وجود میاد. در اینکه خب میدونه من که قدرت ندارم، این خدایان که قرار قدرت رو داشته باشن و یه کاری بکنن، اگه میترسن که وای به حال من، پس من قراره چه اتفاقی برای من بیفته. این ترس ها اگر که هر شخصی بتونه که زمانی که در کنار فرزندانشون هستن همون حالت عشقشون رو داشته باشن، آرامش خودشون رو داشته باشن، بچه ها رو که میخوابونن یا میذارن که بازی کنن، اگر قراره با هم صحبت بکنن برن توی اتاق با اون مسائل رو صحبت بکنن، یا اگر که دارن صحبت میکنن و فضای منفی رو دارن میارن، حتی برای خودشون چند تا مسائل مثبت رو هم نگاه بکنن. ممکنه بگیم بچه نمیفهمه که مثلا زبان رو اصلا نمیفهمه. بچه حال و هوای شما رو میفهمه، احتیاجی آنچنان به زبان نیست، بلکه اون حال و هوا رو داره میگیره. احساسی که شما در بدنتون به وجود میاد و بچه شما در اون احساس رو دریافت میکنه. وقتی میگم وقتی میترسید پس سعی بکنید که مثبتش رو هم نگاه کنید، چون خودتون مثبت رو نگاه میکنید و این حال و هوا تغییر پیدا میکنه، اونها هم از این حال و هوا میفهمن که یک چیزی باید تغییر کنه. قسمت دومی هم که من پیشنهاد میکنم اینه که هر کسی اگر که شروع بکنه کتاب‌ها، مطالب و دانشی که بیرون هست رو برای اون مرحله بخونه، به نظر من کمک میکنه بهتون. بپرسید اگر که مثل خانم منوکیان، جناب دکتر جعفری، کسانی هستن که میتونن کمک بکنن و هر دانشش رو دارن که بتونن کمک بکنن. وقتی میبینیم که مادر و پدر متوجهن که این بچه در این سن این کارا رو میتونه بکنه و زیادتر از اون نمیتونه یا کمتره ولی میتونه، که قاعدتا خودشو گسترش بده، وسعت بده به یک سری مهارت دیگه، وقتی که ماها اینا رو میشناسیم و مرحله به مرحله، هر 6 ماه به 6 ماهی که این بچه ها دارن بزرگ میشن یا سالهایی که دارن بزرگ میشن و قبل از اینکه به اون سال برسن، ماها پرواکتیولی فعالانه نگاه میکنیم بچه 2 ساله چه کارهایی رو میتونه بکنه، بچه 3 ساله چه کارهایی رو میتونه بکنه. با این آگاهی چون داریم جلو میریم، یه مقدار زیادی از اون فشارهایی که ممکنه بیاد یا کارهایی که بچه‌ها ممکنه بکنن برای ما عجیب باشه و بخوایم باهاش عکس العمل نشون بدیم، یا ترس بیشتری برای پدر مادر به وجود بیاد که چرا بچه داره این کارو انجام میده، کمتر و کمتر میشه. و به خاطر همین خیلی خیلی کمک خواهد کرد که پدر و مادر اولین دانش رو پیدا بکنن، که حالا اگه تو مسیر عادی این مسیر رو برن جلو و ببینن بچه ها چیکار میکنن، و یا اگر شرایط دور ما داره عوض میشه، مثل این که در صد الان توی دنیا همینجور این شرایط ما داره عوض میشه و باید با شرایط بیرون هم
همگام بشیم، همونطور که مثلا دکتر جعفری میگفتن اگر که من بدونم که تخیلات بچه 4 ساله چجوری داره کار میکنه، پس میدونم که داستانی رو که میسازم چجوری میدونی براش بسازم که اون رو آرامش بهش بده. این دانش پروری که هر کدوم شما میتونی پیدا بکنی خیلی خیلی کمک میکنه. خیلی درست بود حرفاتون، خیلی به نکات خیلی مهمی خانم دکتر زینی پرداختن. چند تا از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که بچه ها داستان خیلی دوست دارن و بازی خیلی دوست دارن. اگه بچه ها تو کوچیک هستن و براشون داستانهایی یا بخونین یا درست کنین خودتون و بهشون براشون بگین که اون ترسشون رو ازشون از بدنشون بیاره بیرون، چون ترس رو توی بدنشون احساس میکنن بچه‌ها. و یا اینه که بازی بکنیم باهاشون، بازیایی بکنیم، بازیای عروسکی باهاشون انجام بدیم، یا بگیم بیان بشینن مثلا اومدن خونه شما قهوه بخورن، حالا با هم دیگه گپ بزنیم ببینیم بچه داره چی میگه، چه چیزایی براتون داره توضیح میده. از تمام حرفاش متوجه میشین که این بچه ترساش از کجا میاد. و خیلی زیباست، خیلی دلانگیزه وقتی دارن با تو صحبت میکنن، نکاتی رو که دارن میگن برای من انقدر این خوبه که من میشینم ساعت ها فقط نگاهشو میکنم با من حرف بزنن. و ادامه بدین، شما هر چی که دارن بهتون میگن شما توی اون محاوره بمونین، ازشون سوالای دیگه بکنین، بذارین برن یه جای دیگه، از احساساتشون حرف بزنن، از چیزایی که توی ذهنشون هم میخوان به کجا برسن، چه چیزایی میخوان یاد بگیرن، اینا رو همشون خودشون بهتون میگن چه کارهایی رو میتونن بکنن، چه کارهایی رو میخوان که انجام بدن ولی نمیتونن الان انجام بدن. اینا رو میتونین با بازیهای مختلف باشون ازشون متوجه بشین، با در طول صحبتاشون بگیرین که دارن چی میگن بچه‌ها. یه کار دیگه که من حتما میخوام که پدر و مادر رو مواظب باشن اینه که لطفاً به بچه هاتون دروغ نگین، به خاطر اینکه بچه خیلی زود متوجه میشه شما دروغ گفتین. وقتی به فهم شما دروغ گفتین دنیای بچه به هم میریزه، به خاطر اینکه همینطور که خانم دکتر زینی گفتن شما خداشون هستین. اگه شما خداشون اینو بهشون دارین دروغ میگین دیگه به کی بره اعتماد بکنه؟ اگه شما بهشون دروغ بگین و بعداً بفهمه که این چیزی که بهشون گفتیم دروغه، دیگه هیچ وقت بهتون اعتماد نمیکنه و اعتمادش از بقیه آدما گرفته میشه. براشون در حدی توضیح بدین که خودشون میتونن متوجه بشن. برای یک بچه 2 سال و 2 سال و نیمه توضیح ندین که ویروس کرونا چی کار میکنه، چند نفر رو کشته، چند نفر گرفتن، چه اتفاقی داره دنیا میفته، ولی در حدی توضیح بدین که متوجه بشه. ماسک رو میذاریم برای اینکه الان در این مدت زمان بیماری ها یه ذره زیاد شدن، ما داریم سعی میکنیم که بیمار نشیم، مریض نشیم، میخواییم سالم بمونیم. ماسک رو میزنیم وقتی که داریم میریم بیرون، وقتی که تو خونه هستیم همه چی اوکیه. پدر بزرگ مادر بزرگ رو نمیبینیم برای اینکه اگر بیماری توی هوا هست نمیخواییم بهشون بدیم یا ازشون بگیریم. در این حد کافیه، دیگه لازم نیست بدونن کرونا از کجا اومده، چرا اومده، چی کار داره میکنه با بقیه مردم دنیا. و اینو حتما با معلماشون اگر مدرسه میرن یا اگر کسی دیگه ای تو زندگیشون هست حتما با اونا هماهنگ بکنید که اونا هم در همون حد باهاشون صحبت بکنن و در همون روشی که شما دارین باهاشون به کار میبرین رو به کار ببرن باهاشون. بسیار عالی بود. اتفاقا خانم مانیکا شما به مسئله داستان اشاره کردید. داستان یکی از مواردیه که پدر مادرها همیشه میتونن با داستانگویی، داستانخوانی با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنن. هم اینه که خب به هر حال نزدیکی میاره و رابطه صمیمانه تری ایجاد میکنه. وقتی شما نیم ساعت شب قبل از خواب یا در طول روز با بچه به صورت پدر مادر و بچه، یعنی کسی دیگه تو اون محورتون نیستش و دارین با هم دیگه وقت میگذرونین با کودکتون، یکی از بهترین و میخوام بگم آموزنده ترین اوقاتیه که با بچه‌تون میتونید داشته باشید. مسئله دیگه که شما بهش اشاره کردین مسئله این بود که بچه‌ها الان احساس میکنن، چون به هر حال خانم دکتر زینی هم اشاره کردن بهش که پدر مادرها احساسات خودشون نباید منتقل کنن به بچه،
ولی بچه ها توی این سن پایین بسیار بسیار حساس هستن، به خاطر اینکه از احساساتشون استفاده میکنن و احساسات و بهش ما میگیم سنسوری، از حسای مختلف بدنشون استفاده میکنن برای اینکه اطلاعات از محیطشون بگیرن و این اطلاعات رو بعد خودشون پروسه میکنن توی مغزشون. و همونجور که خدمتتون عرض کردم قبلا، چون محدودیت دارن توی شناخت و توی تجزیه تحلیل، خب با اشکالاتی دچار میشن. ولی بچه‌ها تو این سن خیلی حساس هستن، گوششون خیلی تیز میشنوه، چشمشون همه چی رو میبینه، دستشون همه چی رو لمس میکنه. در نتیجه چون از این سنس هاشون دارن استفاده میکنن، شما فکر میکنید وقتی دارید مثلا راجع به مسائل که دور براتون میگذره صحبت میکنید و بچه حواسش نیست، ولی کاملا حواسشون هست و مثل مغناطیس اینا رو میگیرن. در نتیجه ما باید خیلی مواظب باشیم چجوری باهاشون صحبت میکنیم، چه مسائل اصلا در دور برشون داریم صحبت میکنیم. و یک نکته دیگه هم که میتونم اشاره بکنم اینه که اگر میخواین بدونید بچه‌تون چه حد میدونه راجع به مسئله، بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که اول ازش بپرسید. شما فکر میکنید برای چی ما خونه هستیم؟ برای چی فکر میکنید مثلا با بزرگ ما بزرگ دیگه نمیتونن بیان ما رو ببینن؟ به خاطر چی؟ با از بچه اول باید بپرسید قبل از که اطلاعات زیادی بهش بدین. برای اینکه وقتی با بچه اول صحبت میکنید متوجه میشین که بعدشون بچه‌تون چقدر میدونه، سطح اطلاعاتش در چه، بر اساس اون شما میتونید چیکار کنید، میتونید صحبتتون و مکالمتون رو طرح بکنید و مناسب سن هم باید باشه، همچون خانم مانوکیان بهش اشاره کردن. مسئله دیگه اینکه زندگی اینا از الان از حالت عادی خارج شده، درسته اینا از روتین زندگیشون اومدن بیرون. شما یه کار دیگه هم که میتونید بکنید زندگی توی خونه رو، چون دیگه مدرسه که نمیرن، مهد کودک اگه برن خیلی محدوده، پدر مادر بزرگو نمیتونن ببینن، فامیلا نمیتونن ببینن، اینی که دور و برشون حالت کیاس و بحرانی ایجاد شده. در نتیجه شما اگه بتونید محورشون باشین توی خونه، یعنی شما استوار باشین، شما زندگی توی خونه رو تا اونجا که میتونید واسه شون به اصطلاح روتین تر درست بکنید که اولا یه پای معامله درست باشه و اونم شما، این شما محور زندگی اینا هستید و شما اگر حالت کنترل به خودتون بدید برای بچه خودش آرامش میاره و ایجاد یک محیط بهتری میکنه براش. دقیقا این مسئله ای که من بتونم اول مسئول خودم باشم و مسئول اینی که من در چه شرایطی هستم، چون هر شرایطی رو که من دارم به عنوان یک کسی که مدل اون شخصه، رول مدل اون شخصه و بعد داره به من نگاه میکنه و از من داره درس میگیره، یا اینی که راه و روش رو پیدا میکنه، یا برای امنیت داره پیش من میاد به خاطر اینی که حس راحتی بکنه پیش من میاد به عنوان یک مادر یا پدر، پس اول من وقتی که به خودم نگاه کنم و بتونم از دیدگاهی که خودم دارم میام، احساسم، فکرم، اون رو اول پرورشش بدم و به جایگاهی بیارمش که اون حس عشقم اونجاست، راحتیم اونجاست و میدونم که چه نیتی دارم اون لحظه برای بچه‌م به وجود بیارم، بعدش میایم رفتارها رو انجام میدیم. برای اینکه اون رفتارها مثل این که در یک فضای کانتکست رو در یک فضای به خصوصی با یک احساسات به خصوصی داره حمل میشه و به اون بچه داده میشه، و اگر همون رفتارها رو انجام بدین در حالی که خشمگین هستین، عصبی هستین، خودتون ترس دارین، اون بچه اون رفتاره رو ممکنه بگیره، ولی چون تمام احساسای شما رو داره در قبالش میگیره، عکس العملی که بهتون نشون میده خیلی بدتر خواهد. یعنی اگه نیت شما آرامش بچه است، اگه شما تشویش و استرس خیلی زیاد دارین، اون بچه آروم نخواهد شد. شما اول خودتون آروم کنین تا بتونین بچه‌تون آرامش بدین. اگه قراره که بچه‌تون رو بخوابونین، شماها وقتی که بالا پایین دارین میرین، حتی کنار بچه‌تون هم بخوابین، اون بالا پایین رفتن شما و احساس شما اون بچه رو داره بیدار نگه می‌داره. پس در نتیجه شما باید آرامشتون رو پیدا کنین که اگه دارین می‌خواین دستش رو بگیرین یا کنارتون بخوابه، تازه اونم بتونه با آرامش بخوابه. من مطمئنم شما این تجربیات رو دارید. من که خیلی موقع ها شده که وقتی که پدر مادرها میان و دارن صحبت میکنن و فرزندان کوچولوشون هم میارن از موقع توی دفتر، حتی مثلا نوزادشون رو دارن، میگن خب ما جان بیبی سیتر نداره، میشه نوزاد اونم بیارین؟ میگن خب پس امروز قرار نیست به حرف جدی صحبت کنیم، چون وقتی نوزادتون توی اتاق هست همه حسا رو میگیره و توش لحظه ای که شما یک حسی به خصوصی مثلا میزنم شاید دارن صحبت میکنن، خب میخوان مباحثی رو صحبت کنن راجبش، خشم دارن، این خشمه که میزنه بیرون، نوزادی که تا حالا خوابیده بوده شروع میکنه به جیغ و فغان کردن، اینا میگیرن میگن
چی شد؟ میگم خب حس میکنه، یعنی وصل به شما از نظر حسی، و این مهمترین کاریه که در حقیقت هر کسی میتونه انجام بده. اول به خودتون برسید، مثل مال ماسکایی که توی هواپیما میگن اول به خودتون برسید بعد به بچه‌تون، احساساتتون هم اول بعد به خودتون برسید تا بتونه برای بچه باشه. دوست داریم که از شما عزیزان بشنویم و بتونیم که پاسخی برای سوالهای شما داشته باشیم. من فکر می‌کنم شاید بهترین راهی که بتونیم این کار رو بکنیم اینه که همه هر کدوم ما اون سوشال میدیایی که بیشتر داریم باهاش کار می‌کنیم و در اختیارتون بذاریم که هم وصل بشین به سوشال میدیای ما، همینی که بتونین لطف بکنین که در اونجا پیام‌های خصوصی برای هر کدوم ماها که بذارین، اون وقت اون پیام‌ها رو انتظار نداشته باشین که تو همونجا دونه دونه برای هر کدومتون جواب بدین، ولی خیالتون راحت باشه که اون پیام‌هایی که دو شما دارین و سوال‌هایی که دارین رو می‌تونیم برداریم و بیایم توی برنامه برای شما دوباره توضیح بدیم. چون اونجوری خیال شما راحته که نه تنها سوال شما پاسخ داده شده، بلکه از سوال شما که ممکن خیلی کسان دیگه هم داشته باشن اونها هم دارن بهره برداری میکنن. چون من هر کدوم از سوشال میدیاهایی که دوست دارین، دکتر فوجان زین هست، اینستاگرام، لینکدین، توییتر و فیسبوک و یوتیوب، همه اینا، توییتر فقط دکتر زین هستش، هر کدوم اونا رو میتونین انتخاب بکنین. عزیزان ممکنه که شما هم هر کدوم لطف کنین سوشال میدیا خودتون رو بدین؟ حتما. من دو تا سوشال میدیا دارم، یا aileenmanukian.com یا میتونید با gemeducare.com، هر کدومش رو که شما سوالاتون رو بذارین من حتما بهتون جواب. من هم توی اینستاگرام و تلگرام هر دو دکتر نیکول جعفری هستم، و توی اسکایپ هم اگه دوستان میتونن میخوان برای من مسیج بذارن dr.jafari، دکتر N جعفری توی اسکایپ. خوشحال هستم که تونستیم این موقعیت رو به وجود بیاریم که در مورد پرورش کودکان بتونیم صحبت بکنیم. رویه و روشی رو که ما داریم انتخاب میکنیم یکی از سه تا دیدگاه مختلف در حقیقت این رو براتون داریم میاریم. من از دیدگاه روانشناسی در خدمتتون خواهم بود، دکتر جعفری از دیدگاه علمی که چون استاد دانشگاه هستن و خیلی از تحقیقات رو دارن میخونن، خانم آیلین مانوکیان که الان کاندیدای دکترا هستن و همین روزها دیگه همه چی تموم میشه ایشون هم دکتراش رو گرفتن، از نه تنها از فضای علمی بلکه تجربی که الان هر لحظه با کودکان کوچیک دارن، سن پایین دارن، در اختیار ما میذارن. ممنونیم از اینکه با ما بودین، امیدوارم که برای شما لذت بخش بوده و بهره برداری کردین، و تا هفته آینده شما رو به لذت خودتون و فرزندانتون میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.